همراه هستیم با آقای سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت. سلام و عرض ادب دارم خدمتتون. آقای شریفی نژاد، ضمن بیان آخرین اخبار و اطلاعات از انفجارهای دیروز لبنان، تحلیل خودتون را از چرایی این ماجرا و عوامل احتمالی اون بیان بفرمایید. سلام عرض می‌کنم به شما میگن عزیزتون. از ظهر دیروز تقریبا ساعت 15:36 به وقت بیروت منجر به این شد که پیجرها منفجر بشن و حدودا بین بیش از 4000 نفر انسان مجروح بشن، بیش از 500 نفر وضعیت وخیم چشمی پیدا بکنن، به تخلیه یک چشم و دو چشم منجر بشه، ما 12 کشته که یک کودک در میان آنها هست ثبت بشه. از لحظاتی که این اتفاق رخ داد، منابع اطلاعاتی و امنیتی لبنان پیگیر مسائل شدن. گروه های سیاسی مختلف بیانیه دادن و از همبستگی دولت ملت و دولت لبنان علیه اسرائیل گفتن. این بزرگترین عملیات اسرائیل بعد از سال 2006 در خاک لبنان هست و باعث شد که تمام جریانات سیاسی لبنان به وحدت رویه برسن که باید اسرائیل در مورد این مسئله تنبیه بشه. در مسئله بعدی حزب الله لبنان است که حزب الله 3 بیانیه مختلف را از دیروز ظهر منتشر کرد که آخریش تقریبا ساعت 11:30 شب به وقت بیروت بود که اسرائیل را تهدید کرد که در شرایط که فکرشون نمی کنن انتقام رو از اسرائیل خواهند گرفت. ساعت تقریبا 1:30 نصف شب گروه های عراقی لبنانی سایت اداری بیمه مرکزی اسرائیل رو هک کردند و اسناد و اطلاعات بیمه گذاران اسرائیلی رو تحت اختیار گرفتن. این شرایطی است که تا همکنون هم در لبنان در جریانه که وضعیت بیمارستان ها به عدم خون هست، عدم امکانات پزشکی است و وضعیت نظام پزشکی لبنان سقوط کرده. از ایران و عراق تیمای پزشکی اعزام شدن به لبنان و این وضعیتی که در لبنان هست تحلیل نمیشه فعلا ارائه داد چون هنوز شرایط بحرانیه، ولی بعضی از صاحب نظران در لبنان معتقدند که این کار اسرائیل قرار بود در اوج جنگی قرار بود اتفاق بیفته انجام بده، ولی به دلیل اینکه منابع اطلاعاتی حزب الله مطلع شدن اسرائیل پیش دستی که به زودتر این کار انجام داد. این تنها نکته ای که حائز اهمیت که در اینجا بیان میشه. بله، سپاس از شما سید علی شریفی نژاد، خبرنگار میدانی و مستندساز از بیروت.